مشکل کمبود سلاح همچنان نیروهای سپاهی و بسیجی را رنج می‌دهد. ما اگر واقعا تعدادی سلاح سنگین حتی خونپاره‌سازی بیشتر ایدشون داشتن گفتن اگر در اختیار ما بذارن ما چون ما تا 300 متری دشمن یا 500 متری دشمن رفته بودیم میتونیم اینجا کارواد بیشتری داشته باشیم ولی متاسفانه در اختیار ما نمیذارن و اینا میخواستن بارها حتی من گفتم که من چند تا یادداشت کردم اینجا که به مسئولین بگیم که چرا در اختیارشون نمیذارن آیا ندارن یا اینکه واقعا ما را قابل نمیذارن. من دقیقا نمیدونم دلیلی رو ولی خب من حرف اینا رو منتقل میکنم به مسئول. طارق عزیز در سفر به مسکو و پاریس به دنبال گرفتن تجهیزات بیشتری برای ارتش صدام است. روس‌ها احتیاط می‌کنند اما مقامات فرانسوی بی‌پروا به تجهیز بیشتر صدام می‌پردازند. عراق در نیمه‌های آبان اولین محموله میراژ F1 را 3 ماه زودتر از موعد مقرر از فرانسوی‌ها دریافت می‌کند. میراژ‌ها بلافاصله برای حمله به مناطق مختلف ایران عملیاتی می‌شوند. در مقابل نیروی هوایی ایران به علت مشکلات موجود در راه تهیه قطعات مورد نیاز در استفاده از هواپیماهای خود کاملا محتاط شده است. بنی صدر امروز 28 آبان 59 در مراسم روز عاشورا با حمایت منافقین بار دیگر رجایی و نهادهای انقلابی مالند سپاه را مورد حمله قرار می‌دهد. صدام 30 آبان 2 روز پس از سخنرانی بنی صدر و اوجگیری اختلافات در ایران اعلام می‌کند هر فرد عراقی و شاید هر فرد عرب مایل به تقسیم و انهدام ایران است. تلاش برای تامین نیازهای فرزندان ملت در جبهه ها مردم را به تکاپوی به یاد ماندنی و وحدت بخش برانگیخته است. هر کس با هر عقیده و دیدگاه و در هر شهر و روستا به تناسب وسعش به یاری رزمندگان می شتابد. اینجا روستای زشک خراسان یکی دیگر از مراکزی که اهالی پاک دلش با گردآوردن هر آنچه را که در توانشان بود به پا خواستند. شما چی کمک کردیم؟ ما یک ساعت دادیم با یک حلقه اعصاب. روز ازدواج کردیم؟ بله. حلقه ازدواجتون دادیم؟ بله. ما یک دفکشور آقا. 300 من پول. 2 دستگاه آمبولانس، 2 دستگاه وانت، 2 دستگاه ماشین لباسشویی. 600 جفت گرمکن و اوورکوت. از طرف انجمن کلیمیان خراسانی مبلغ 1,000,000 ریال نقدن کمک شده و مقدار زیادی همینجور که میبینید پتو، زیرفرشی، وسایل آشپزخونه. چقدر میخواد کمک کنی شما؟ 50 تومن. یک جفت چرا؟ کمک هایی که برادران و خواهران روستاهای اطراف لاله‌جیم خود لاله‌جیم کردن 2,324,950 ریال پول نقد بوده. اینا رو بچه هایی که میبینیم در جنوبی ترین مدرسی هست که در جنوبی ترین ناحیه قرار گرفته، یعنی این ناحیه قرار گرفته، تهیه کردن. با وجود اینا از پولای تو جیبیشون زدن و توی یه صندوق قبلا حدود 2,000 تومان پول داده بودن. آفت نوع بشر آمریکاست، آمریکا دشمن ماست، از افین آمریکاست، آمریکا دشمن علم و هنر آمریکاست، آمریکا. سلام علیکم. سلام علیکم برادر. حالتون خوب؟ الحمدلله. خسته نباشید برادر. خدا بشه. خسته بگیرین تا خوش شد. کشمش و آبنبات و پسته و چای و حلوا و نون و الان داریم میدیم به جبهات جیلان غرب و سومار رو برای برادران. بچه ها پولایی که تو گلدکشون هم داشتن حتی آوردن. من پیامم برای برادرم اینه که دین خواهش رو و ما همه پشتیبان اونها هستیم. من از خدای توانا و مهربان سلامتی تو را میخواهم. نوکران آمریکا را بیرون کن و ملت ما را نجات بده. کیوان غفوری، سال 59. اولاف پالمه دیپلمات سوئدی به نمایندگی از دبیرکل سازمان ملل به ایران آمده است. مقامات کشور آتش بس و عقب نشینی نظامیان عراقی را مبنای پایان جنگ اعلام می کنند. We came here with a certain ideas that we want to test on our friends in Iran.
پالمه سه روز بعد به بغداد می رود. نماینده دبیر کل پس از بازگشت به ژنو اعلام می کند ریشه های اختلافات ایران و عراق بسیار عمیق است و نباید انتظار حل سریع مسئله را داشت. نیروی دریایی ارتش امروز 7 آذر 59 در عملیاتی سنگین دو اسکله الامیه و البکر عراق را به آتش می کشد و ضربات سختی بر نیروی دریایی عراق وارد می سازد. مردم از عملکرد مرزداران آبی خود خرسندند، اما همچنان در انتظار حمله زمینی به متجاوزان بعثی و بیرون راندن آنها به سر میبرند. هدفش این بود که نظر دولت مزدور عراق که همون دشمن ماست از دریا استفاده بکنه. قهرمان این روز ناو پیکان و پرسنلش بودن به فرماندهی ناخدا دوم شهید همتی و این 6 تا ناوچه رو خودش غرق کرد با کمک تیز پروازان دریا. 13 تا ناوچه از انواع مختلف عراق از دست داد در این روز. 3 تن از اصحاب امام، آقایان خامنه‌ای، بهشتی و رفسنجانی، در سخنان و نوشته‌های خود خودداری بنی صدر از دادن سلاح به سپاه و بسیج را به باد انتقاد می‌گیرند. بنی صدر که در معادلات سیاسی سپاه را در طیف مقابل خود تحلیل می‌کند، امروز 18 آذر 59 با لحنی تمسخرآمیز اینگونه جواب می‌دهد. عده‌ای همینطوری راه افتادند و هی می‌گویند سلاح بدهید به نیروهای مردمی. آخر مگر می‌شود؟ جنگ علم و تخصص می‌خواهد. البته با وجود مخالفت بنی صدر با دادن سلاح و تجهیزات به بسیج و سپاه، از بعضی مناطق جنگی گزارش می‌رسد برخی فرماندهان و نیروهای ارتش پنهانی به سپاه گلوله و تجهیزات انفرادی می‌دهند، به شرط آنکه به گوش مقامات بالا نرسد. این روزها در سطح فرماندهان و مسئولان سپاه بحث‌های کاملاً داغ و محرمانه‌ای درباره جنگ به وجود آمده. چند نفر از مسئولان سپاه معتقدند وظیفه این نهاد فقط مبارزه با ضد انقلاب است و سپاه ربطی به دفاع از مرزها ندارد. تعدادی دیگر معتقدند سپاه باید در جنگ حضور داشته باشد، اما فقط با عملیات چریکی. در مقابل اکثر فرماندهان و مسئولان این نهاد جوان و انقلابی اعتقاد دارند وظیفه ذاتی سپاه دفاع از انقلاب است و باید با همه وجود در جنگ حضور فعال و مؤثر پیدا کند. این اعتقاد در نهایت به گرایش غالب در سپاه تبدیل می شود و از این مقطع هویت سازمانی سپاه در جنگ شکل تازه و رو به گسترشی می گیرد. در این روند ستاد عملیات جنوب که در باشگاه گلف اهواز تشکیل شده نقش مهمی در هویت یابی سازمانی سپاه و حضور منسجم این نهاد در جنگ بر عهده گرفته است. جنگ مشکلات خاصی را به همراه آورده و زندگی مردم را با معضلات و دشواری‌های تازه روبرو کرده است، اما وحدت مؤمنانه و همدلی هوشیارانه ملت عرصه‌ای لبریز شور و معنویت را در کشور به وجود می‌آورد. یکی به سال اینقدری از خاکمون به صدام نمی‌گیم. خدا می‌داند اسلام پیروزه، خدا می‌داند اسلام پیروزه، پیغمبر می‌داند اسلام پیروزه، خدا شاهده، امام پیروزه، امام پیروزه، امام پیروزه، امام پیروزه.